امشب سخنران مهمان ما آقای دکتر سوراج دریایی هستند. آقای دکتر دریایی پژوهشگر، تاریخ نگار و استاد تاریخ و مطالعات فرهنگ ایرانی و رئیس مرکز ایران شناسی در دانشگاه کالیفرنیا ایروان هستند. ما خیلی خوشحالیم که پروفسور دریایی با وجود برنامه فشرده‌شون قبول کردن برای علاقه‌مندان فرهنگ فارسی شمعی تحقیقات وسیعشون رو برامون تعریف کنند. دکتر دریایی احتیاج به معرفی ندارن و احتمالاً اکثریت دوستان با سخنران برجسته امشب ما آشنا هستند. به طور خلاصه دکتر دریایی در سال 1067 میلادی مطابق با 1346 خورشیدی در تهران به دنیا آمدند و دوران دبستان و دبیرستان خود را در ایران و یونان گذرانده و در سال 1199 دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس دکترای تاریخ دریافت کرد. دکتر دریایی میگوید من فکر میکنم هر انسانی از جامعه‌ای که از او برخواسته میخواد بدونه که چگونه به اینجا رسید. این کتاب روبرو شود وزنی در برابر این تحریف ها قرار داده. جوایز انجمن هر ساله به بهترین آثار دانشوران تعلق میگیرد که به زبان انگلیسی در موضوع خاورمیانه نوشته شده باشد و نخواستین بار در بریتانیا به چاپ رسیده باشد. کتاب دکتر دریایی در کتاب ایران ساسانی تلاش کرده است که تا به آن بخش از تاریخ که معمولاً مورد غفلت قرار گرفته یعنی تاریخ اجتماعی بپردازد و با استفاده از منابعی تازه روند شکلگیری نهادهای ایرانی را از زمان اردشیر باباکان بنیانگذار سلسله ساسانی تا دوران یزدگرد سوم آخرین شاه این دودمان پیگیری کند. بررسی فراز و نشیب به کوشش های نوادگان یزدگرد سوم برای برپایی حکومت ایرانی در حدود یک قرن پس از شکست ساسانیان نظراب بخشی دیگر از این تحقیقات دکتر دریایی را تشکیل می داد. علاوه بر تاریخ دوران ساسانی دکتر دریایی در حوزه پژوهش در زبان و ادبیات فارسی میانه دین زرتشت و سکه شناسی ایرانی نیز از دانشگاهیان فعال هستند. از کتاب های دکتر دریایی که به فارسی ترجمه شدن می توان به شاهنشاهی ساسانی، شهرستان های ایران شهر و غروب یک امپراتوری اشاره کرد. بعد از خاتمه صحبت های دکتر دریایی پرسش و پاسخ خواهیم داشت و بیشتر از این وقتتون نمی گیرم و از آقای دکتر دریایی خواهش میکنم صحبتشون رو شروع کنم. سلام به حضار محترم، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. نخواست میخواستم از کانون فرهنگی بوستون تشکر کنم و همچنین آقای دکتر لطیف‌پور که از بنده دعوت کردن که امروز در خدمتون باشم از راه دور از طریق سکایپ، چیزی که معموله در این سال گذشته، و همچنین از آقای خالقی که لطف میکنن و مطمئن میشن که ما این برنامه رو بتونیم انجام بدیم. من با اجازتون الان صفحه این پاورپوینت هم رو با شما به اشتراک میذارم. امیدوارم که داشته باشید صفحمو. بیشتر هلوهوش تاریخ ایران باستان، به خصوص دوره ساسانی، دوره‌ای که شاید بگیم اواخر دوره باستان شناخته میشه، در آمریکا بهش میگن late antiquity و غیره هستش. و میخواستم در این 45 دقیقه که با شما دارم درباره اهمیت این سلسله ساسانی صحبت کنم و در حقیقت فرهنگی رو که به وجود میارند که من فکر میکنم برای 1800 ساله در بلات ایران و کشورهای همسایمون هم همچنین مثل افغانستان و غیره حضور داره و هنوز پویاست و زنده است، با اینکه فراز و نشیب‌های بسیار بوده در تاریخ ایران و فلات ایران، اقوام و ارتش‌های مختلف آمده هن و رفتند، زبان‌های مختلف، ادیان مختلف آمده و رفتند، ولی همچنان من فکر می‌کنم این فرهنگ ایران شهر، چیزی که در دوره ساسانی تبلور پیدا میکنه، البته اونها هم وامدار یک سنت بسیار قدیمی تر هستن، ولی اونها هستن که این رو
در حقیقت یک اسلوبی بهش میدن، یک چارچوبی رو به وجود میارن و به خاطر به وجود اومدن این چارچوب این فرهنگ همچنان با ما به فرمهایی وجود داره. ما معمولا که درباره ساسانیان صحبت میکنیم، اقلا تجربه من این بود که همه به 20 سال آخر اون چشم میپوشن و میگن که چی شد که مثلا ساسانیان شکست خوردند و علل فروپاشی رو در فکرشون دارن، در صورتی که یک سلسله ما داریم که 400 سال بر فلات ایران و بیشتر از اون در بین النهرین، عراق امروزی، افغانستان، قفقاز، عمان حضور داشته و کارهای مهمی کرده و از خودش برای ما یادگار مهمی به جای گذاشته، ما معمولا اینا رو همه رو فراموش میکنیم. و این یکی از دلایلی بود که من اقلا توجه میکنم به این دوره، تا این سوال همیشگی ایرانیان که چی شد که اینطوری شد. دوره هخامنشی خب به جای خودش عظمتش و کلی محقق هست در اون رشته، و ولی بعد از اون متاسفانه دیدها منفی و شاید اصلا ناچیز باشه به سلسله های بعدی که در فلات ایران حکمرانی میکنن. و من برای همین میخواستم امروز درباره فرهنگ ایران شهر در دوره ساسانی با شما صحبت کنم. برای اینکه این کارو بکنم خیلی سریع میخواستم که توضیحاتی درباره خود ساسانیان بدم، اگر بعضی از حضار محترم مطالعه نکردن تاریخ ساسانی رو. سنگ تراشی که میبینین داره نشون میده که اولین پادشاه ساسانی اردشیر بابکان دست چپ روی اسب داره چیزی که ما بهش میگیم به پهلوی دیدما، به انگلیسی میگن دایدم، دیدمای شاهی رو از اورمزد یا اهورامزدا که روی اسب سمت راسته میگیره. وزیر سم این دو اسب سوار در سمت چپ اردوان چهارم یا پنجم آخرین شاه اشکانیه و در زیر سم اورمزد اهریمنه که ماری هم در دور سرش در حال پیچیدن یکی از علائم نشون دادن پلیدی اهریمن هستش. این نوع پروپاگاندا تا حدودی جدید میشه گفت در فلات ایران و قسمتی از سنت سنگ‌تراشی و تندیس نگاری در دوره باستان هست، ولی به این فرم ما نه تنها در دین مزه یسنای زرتشتی چنین فرم هایی رو قبلش نمی بینیم، بلکه چنین پروپاگاندایی به این صراحت هم تقریبا وجود نداره. و این اردشیر بابکان تا اونجایی که ما میدونیم از استان فارس برمیخیزه و دینی رو که انتخاب میکنه و نه تنها انتخاب میکنه، بلکه این دین رو دینی مهم میدونه که در سکه هاش به عنوان اولین کلمه در کتیبه ها در اولین کلمه ازش استفاده میشه، مزدیست یعنی مزدا پرست هستش. و حتی روی این اسب ها هم شما میبینید که به پهلوی و به یونانی نوشته شده این تندیس مزدا پرست شاه ایرانیان هستش و این تندیس اورمز هستش. و برای همین ما میبینیم که زبان جدیدی که داره به عنوان زبان دولتی استفاده میشه، به غیر از زبان یونانی که متداول بود و زبان پارتی که متداول بود، حالا زبان فارسی میانی یا پهلوی هستش که شروع میکنه خودش رو نشون دادن و در حدود یک قرن بعد از این سنگ‌تراش تقریبا تمام کتیبه‌ها به پهلوی نوشته میشه و این نشون میده که خب قدرت زبان فارسی یا فارسی میانه در منطقه چگونه اشاعه پیدا میکنه. ساسانیان به دلایلی که من فکر میکنم مرزهای خود رو این چنین تصور میکردن که از رود فرات یعنی عراق امروز تا آمودریا یعنی تا مرز افغانستان، یعنی فرای افغانستان، مرز افغانستان با کشورهای دیگه در شرق هست، شاید بلخ رو ما ببینیم آخرین نقطه این مرزهایی هست که ساسانیان در کتیبه های خودشون از قرن سوم به اون میگن ایران شهر، یعنی شهر به معنی شاهنشاهی، امپراتوری و
ایران شهر هم به معنی همین امپراتوری و ایران به معنی ایرانیان، امپراتوری یا شاهنشاهی ایرانیان می نامن. ما به انگلیسی میتونیم به اون بگیم from Euphrates to Oxus or Oxus to Euphrates. این نه تنها خود ساسانیان در کتیبه هاشون این جغرافی رو کمی مشخص میکنن، بلکه چند قرن پس از فروپاشی دوره دولت ساسانی مقدمه شاهنامه ابو منصوری که 960 میلادی تخمین زده شده نوشته شدنش، قبل از منظوم شاهنامه در مقدمه قدیم میگه و ایران شهر از رود آموی است تا رود فرات. و کاملا این دید جالبه که در زمانی که ما دیگه خلفای عباسی دارن بر فلات ایران حکومت میکنن، هنوز نویسنده ها این دید جغرافیایی ساسانی رو به عنوان منطقه‌ای به نام ایران شهر هنوز به یاد دارن و از اون استفاده میکنن. ما معمولا موقعی درباره اوائل دوره اسلامی نگاه میکنیم و مطالعه میکنیم، مخصوصا به خاطر اینکه بیشتر تاریخ ها و مخصوصا تاریخ های فتوحات و غیره چون به زبان عربی زبان رسمی خلفا نوشته شده، این نوع نوشته ها مخصوصا تاریخ نگاری فارسی رو به خصوص در غرب کم بهش توجه میشه و دیده نمیشه که در حقیقت افراد مختلفی که در این خلافت هم هستن هنوز دیده خیلی به خصوص خودشون رو دارن و این خیلی مهمه که باید اینجا گوش سد بشه. همونطور که گفتم اردشیر بابکان که سکش رو میبینید کاملا پروپاگاندای رسمی این دولت ساسانی برای 4 قرن نموداره. از همین اولین سکه های شاهنشاهی که خود رو من اون رو آوانویسی کردم هم به پارسی انگلیسی و به از آرامی یا فارسی میانه، خودش رو اول خطاب میکنه مزدیست، مزدا پرست، بق اردشیر، شاهنشاه ایرانیان که چهره از ایزدان دارد. خیلی مشخصا داره به ما یک سری پیام هایی میده که ما قبلا در فلات ایران این چنین نمیدیدیم. قاعدتا برای 5 قرنی که شاهنشاهی اشکانی بر فلات ایران بود این نوع عنوان به این صورت پدیدار نمی‌شد و البته به فارسی میانه هم پدیدار نمی‌شد. نه تنها این عنوان مهمه که یک ما یک شاه داریم که مذهب دینیه، مزداپرسته، دوم اینکه شاهنشاه کسانی هستن که حالا به خودشون ایرانیان میگن یا ایرانی هست و خود رو از چهره یا نطفه خدایان می‌بینه. سه مبحث مهمه که در دوره اول ساسانی مشخص میشه. همچنین شما موقع که پشت و روی سکه های اردشیر رو میبینید، میبینید در یک سمت شاهنشاه با کلاش و این روبان یا بندگ شاهنشاهیش نمودار شده و این عنوان مزدا پرست است و در پشت سکه آتش مقدس زرتشتی که در واقع این آتش شاه هست چون بندگ شاهی دارد و نوشته نور شاه رو میزنه. و شما اگر نگاه کنید در باره پروپاگاند میبینید که ایده دولت و دین که در حقیقت پشت روی یک سکه هستن رو شما از قرن سوم میلادی میبینید و این یه ایدهیه که در ایران وجود داشته و در ادوار مختلف ما گریبانگیرش بودیم و در بارهش حالا سلسله‌های مختلف استفاده کردن و شاید امروز هم بشه گفت تا حدودی ممکنه یک همچین گذشته‌ای رو بتونیم فراتر از آمدن دین اسلام در ایران شهر در فکرمون داشته باشیم. این مرزهایی است که شاید بگیم دیگه مرزهای بیشترین یا فراترین مرزیه که میتونه در دوران قدرت ساسانی وجود داشته باشه که باز همون رود فراته و در اینجا بلخ، جایی که بهش میگیم بکتریا و مزون شهر که عمان جایی است که به خصوص در کتیبه‌های ساسانی همیشه ازش عنوان میشه به عنوان قسمتی از ایران شهر. ساسانیان نه تنها این نوع جغرافی رو داشتن بلکه در حقیقت سعی کردن که از لحاظ فیزیکی هم یک نوع مرزبندی هایی بکنن. شاید خیلی از دوستان ندونن که طولانی ترین دیوار باستانی جهان رو ایرانیان ساختن، ساسانیان.
این دیوار از قرن پنجم شروع به ساخته شدن شد و در قرن ششم به پایان رسید، نزدیک به یک قرن. به تازگی کتابی در اومده به نام Persia's Imperial Power and Late Antiquity، آقای رکابندی، ویلکینز، نوکندت، ساور محققانی هستند که دیواری که در شرق دریای کاسپی، دریای خزر میگیم، مطالعه کردن و یک دیواری رو که ما میدونستیم وجود داشت حفاری کردن که در حدود 195 کیلومتر وسعت داره. برای همین قدیمی ترین دیوار ممتد دوره باستان هستش که 33 برج، این سیاهیا برج هایی هستن که درش افراد بودن، ارتش بوده، آذوقه بوده، کمپ بوده و یکی از اینها هم حالا حفاری شده در این دهه گذشته برپا شده. نه تنها در شرق دریای خزر بلکه در غرب دریای خزر هم ما دیوار دربند رو داریم که در حقیقت همون امتداد همین دیوار هست که هنوز قلعه بسیار مهم دربند که در داغستان امروز هست در روسیه وجود داره و برای اون دیوار ما در حدود اگر اشتباه نکنم 22 یا 29 کتیبه پهلوی داریم که آمارگرها، کسانی که بعد سر می‌زدن برای مالیات اینا، رفتن اونجا نوشتن، کتیبه هاشون رو گذاشتن و ما می‌دونیم یه کنترل و خرج زیادی بابت این دیوارکشی وجود داشته و دلیل ساختن این دیوار اینه که در قرن پنجم قبایلی که شاید ما بهشون بگیم هفتالی ها معمولا میشناسیم، قبایلی هستن که انواع اقسام قبایل از آسیا به سمت ایران میان، کیدارها، هفتالها و الخونها و بعد قبایل ترک که به قرن ششم میرسن به دیوارهای ایران شهر میرسن، در حقیقت این دیوارها این نیست که فقط یک دیواری باشه که مسدود کنه راه قبایل رو، بلکه ما میدونیم در باستان شما برای اینکه بخواید بتونید به قول آمریکایی رگولیت کنید رفت و آمد افراد رو و یک نظمی بدیم، برای ما میدونیم داده ستت بوده ما بین افرادی که اون ور دیوار بودن و این ور دیوار بودن، این دیوارها برپا شده که خرج بسیاری هم داشته. اینو به وقتی که عکس خودم میذارم، من خودم خب همیشه دلم میخواست بدونم که این دیوار چه شکلیه. مرحوم ایرج افشار که لطف میکرد هر سال منو میبرد به یک سفر، به من یک بار گفت خب تو رج کجا دوست داری بری؟ گفتم میخوام برم دیوار گرگان رو ببینم. رفت گفت فردا بیا، نشستیم تو جیپ و رفتیم به سمت دیوار گرگان و این بقایای دیوار گرگانه و خیلی جالبه موقعی که شما میرید روی این دیوار میستید و پشت سر من که تو این عکس رو نگاه میکنه و آقای افشار رو میبینید که یک دشت کامله، در این ور دیوار کاملا شما میبینید سری آبادی هست. خیلی جالبه این تفاوت و تناقضی که پشت ما و جلوی ما وجود داره برای میگم یک سیستم دفاعی که در دوره ساسانی برای این مرزهای ایران شهر درست شده و نویسن تاریخدانان قدیمی چه عرب چه ایرانی یا به زبان عربی و فارسی استناد میدن که در زمان خسرو انوشیروان این دیوار به پایان رسیده و برای سیستم دفاعی بوده. اما به غیر از این، شما اگر یک دیواری میکشید و ادعا میکنید که اینجا ایران شهر هست، باید درش برها به غیر از دیوار و ارتش و این چیزها باید یک فرهنگی هم درش وجود داشته باشه و اون بیشتر مسئله‌ای که من امروزه دربارش فکر میکنم و میخوام با شما صحبت کنم. مسئله تاخت و تاز نیست، مسئله تسخیر سرزمین ها نیست، این در تاریخ همیشه گروهی میان و گروهی میرن، ولی از اون مهمتر اینه که چه فرهنگی رو بر جا میذارن، چه چیزهایی رو برای ما کسانی که حالا در اون سرزمین به دنیا آمدیم یا ارتباط داریم برای ما به جا گذاشتن. از همه مهمتر من فکر میکنم برای دوره ساسانی نخست ایده ایران یا جایی که ما بهش میگیم ایران و خود ساسانی ها به اون میگفتن ایران شهر هستش، یعنی منطقه رو اینها و مرزهاشو کاملا مشخص میکنن، نه تنها با دیوار بلکه در کتیبه ها که اینجا ایران شهر هست، ملتی که در اینجا زندگی میکنن ایرانی هستند و در این فلات
ما نه تنها ایده ایرانیت یعنی ایرانی بودن رو میبینیم در متون پهلوی دربارش صحبت میشه، بلکه درباره منش ایرانی، راه و روش ایرانی بودن، چگونه ایرانیان تفکر میکنن یا چگونه باید آداب و رسومشون هم چیست، برای نخستین بار به صراحت صحبت میشه. این من فکر میکنم مهمترین در حقیقت کارکرد شاهنشاهی ساسانی است در 400 سالی که بر فلات ایران حکومت میکرد. از جمله کارهایی که شما اگر میخواین یک هویتی وجود داشته باشه و این هویت رو اون ملت، اون مردم، من دارم مفاهیم مدرن رو هم استفاده میکنم، به یاد داشته باشن که کی هستن، لازمه که تاریخی داشته باشن، لازمه بدونید که از کجا آمده هن. اگر شما بدونید تاریخ داشته باشید و بدونید از کجا آمده اید، فراموش نمی کنید کی هستید. این رو ما میبینیم اقوام یهودی شاید از قدیمی ترین اقوام باشن که با نگاشتن تاریخ مقدس خود همیشه به یاد دارن که از کجا آمدن و چه گذشته بر سرشون. خیلی مهمه که بدونیم در دوره ساسانی در قرن ششم هم این کار انجام میشه و کتابی داریم به نام خدای‌نامه که با ما نیست ولی در متون پهلوی رفرنس هایی هست و همچنین در متون عربی و بعد فارسی، که این خدای‌نامه اساره همون تاریخ ایرانیان هستش که یا از جمشید حالا بگیم شروع میکنه یا از کیومرث، چیزی که ما در شاهنامه میبینیم، و با یزدگرد به اتمام میرسه. این خدای‌نامه در حقیقت یکی از منابع اصلی فردوسی، زمانی که فردوسی سعی میکنه و قبل از اون دقیقی و قبل از اون شاهنامه ابو منصوری، یعنی تعداد مختلفی از ایرانیان دارن سعی میکنن بعد از اومدن اسلام و عرب تاریخی رو که نوشتن که در حقیقت داره نوشته میشه در متون عربی و فارسی، همچنین به زبان فارسی نیز تدوین کنن. و این مدیون این خدای‌نامه ساسانی است. من نمیخوام درباره اهمیت شاهنامه صحبت کنم چون بیشتر هزار میدونن و اهمیتش چیه برای تاریخ و تفکر و اصلا ایده ایران. من اینجا موقعی که تاریخ ایران باستان رو تدریس میکنم، هفته اول از دانشجوی آمریکایی میخوام که شاهنامه رو بخونه. دلیلش اینه که شما شاید بتونید تاریخ رو بخونید درباره شاهان و ارتش‌ها و آمدن رفت های این گروه، ولی اینکه چگونه فکر میکردن، طرز تفکر، جهان بینی چطوره، شما باید متون تاریخی و متون ادبی اونها رو هم بشناسید. برای همین مقداری باید اوستا بخونن، مقداری شاهنامه بخونن، مقداری متون پهلوی بخونن تا با جهان بینی ما ایرانی ها آشنا بشن. موقعی که این کار رو کردن، تازه شما میتونید تاریخ رو بهتر درک کنید. چرا افراد کارهایی رو میکنن در تاریخ که گاه برای گروهی مثلا در غرب قابل فهم نیست؟ و برای همین خدای‌نامه یکی از مهمترین کارهایی است که در تاریخ حداقل ایران زمین انجام شده، تدوین این تاریخ که ما میدونیم بعد از اسلام، بعد از اومدن اسلام به عربی ما نسخ فراوانی از خدای‌نامه ها داریم و بعد به فارسی شروع میشه این ترجمه شده. و در این متون به غیر از خدای‌نامه متون پهلوی غیره یک سری ایده هایی داریم که هنوز با ما هست. حتی مثلا من خیلی سریع از متون پهلوی متن زند وهمنی است، درباره کسانی که نان و نمک نخوردن صحبت میشه و اینا چون افرادی هستن. اینا ایده هایی هست که با جهان بینی ایرانی وصف شده. یا کسانی که بی سر و پا هستن، ما امروزه بی سر و پا رو خب معنی که میدونیم که چی، ولی خب در متون قدیمی همون معنی بی سر پا کسی که از یک جای آمده که شناخته شده نیست، همچنین نه سرش رو پوشونده و نه پایش رو. این ایده های خیلی کوچیک رو شما میتونید فراوان در متون پهلوی بیابید، چه برسه حالا در شاهنامه که یه سری باورهای به خصوص ما در آن گنجانده شده. نه تنها یک تاریخ منسجم برای ما ساسانی به نام خدای‌نامه به وجود میارن، بلکه برای هر کدوم از شهرهای فلات ایران و جایی که به اونها میگن ایران شهر، آنها یک تاریخ محلی هم به وجود میارن که تلفیقی است از باورهای اوستایی و جغرافیای اوستایی. جغرافیای اوستا جغرافیای فلات ایران به طور خاص نیست، در حقیقت
به شرق تا تاجیکستان میرسه. ولی داستانهایی رو که وجود داشته در عربستان درباره این شهرها رو منطبق میکنن با ایران شهر. برای مثال استان ماد یا ماه، جایی که تهران هست و همدان رو زادگاه مثلا زرتشت میدانه، آذربایجان رو آتشکده شیز و درباره قدمتش داستان درست میکنن، فارس و تخت جمشید با اون تطبیق پیدا میکنه، سیستان محلی میشه که زرتشت دین خودش رو تبلیغ میکنه و هر قسمت از این فلات یک تاریخ مهم خودش رو پیدا میکنه. این خیلی مهمه برای تاریخ ایران شهر. ما معمولا ما میدونیم مثلا در مذهب شیعی ما میدونیم که کوفه مثلا و کربلا یک توپوگرافی خیلی مقدسی داره، ولی جالبه که در جهان بینی ایران شهری این مناطق آتشکده شیز، تخت جمشید، سیستان، یعنی دریاچه هامون، اینها توپوگرافی مقدس ماست که از قدیم وجود داشته و حالا به گونه ای حالا کمرنگتر یا پررنگتر با ما هستش. همونطور گفتم در زمان خسرو انوشیروان هست که نه تنها ما یک تاریخ منتجم به نام خدای‌نامه داریم، بلکه یک تحول بسیار مهم ایجاد میشه در دوره ساسانی و اون این هستش که ما نمیخوام بگم اولین باره، ولی برای یکی از معدود بارهایی در تاریخ ایران هست که مسئله قانونمندی، چیزی که امروزه هنوز ما گریبانگیرش هستیم، انقلاب مشروطه بیدلیل نبوده، برای مردم میخواستن که در برابر قدرت یک سری یک قانونهای وجود داشته باشه که ازشون حفاظت بشه. اولین بار که ما یکی از اولین باره که درباره قانونمندی دربارش میکنیم در زمان خسرو انوشیروان و ما میبینیم که تحولی که پیدا میشه در این دوران هست این هست که شما میتونید یهودی باشید، میتونید مسیحی باشید، حتما میتونید مانوی باشید و به هر دینی که میخواین گرویش داشته باشید، تا زمانی که قانون شاه که به پهلوی هست داد شاه رو شما قبول داشته باشید، شما بر طبق متون قانونی پهلوی ساسانی مرد شهر و زن شهر هستید، یعنی شهربند ایران شهر هستید. این گردش مهم در تاریخ ما کمتر درباره صحبت میشه که دیگه مذهب ملاک نیست، مسئله اینه که قانونمند هستید، قانون شاهنشاهی رو قبول دارید، شما شهروند این سرزمین هستید. این نکته خیلی مهمه و من فکر میکنم دلیلی است بر این که پس از فروپاشی دولت ساسانی مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و در زمانی ایرانیان مسلمان هم این ایده ایران رو با خود دارن، چون مسئله میشه فرامذهبی، دیگه به هیچ مذهب به خصوصی و خاصی تعلق نداره. مسئله مهم دیگه ای رو که ما برای ایرانیان میبینیم در اول دور اسلامی اینه که ما یک تاریخ ملی داریم که نویسندگان ایرانی چه به عربی چه به فارسی و نویسندگان عرب دربارش صحبت میکنن و مینویسن. انقدر این تاریخ پررنگه که محو نمیشه. ما میتونیم مصر رو مثال بزنیم، ملتی کهن، تاریخی کهن درسته، ولی زبونشون رو از دست میدن، تاریخشون رو فراموش میکنن، هیچ ارتباطی با فراعنه ندارن. حتی زبان باستانی مصر، حتی ما میدونیم که قبطی خب زبانیه که ربط داره با زبان قدیم مصر، ولی هیچ ارتباطی دیگه با اون تاریخ نیست، گسسته میشه. ما در سوریه هم میدونیم این تاریخ مهم وجود داشته و تاریخ رومی دیگه وجود نداره، اونها تاریخشون رو ننوشتن و فراموش کردن. ولی جالب اینه که به خاطر این خدای‌نامه دوره ساسانی ما تاریخمون رو همچنان نوشتیم و یک هویتی که من میگم هویت ایران شهری رو همچنان نگه داشتیم. در این تاریخ نگاری چیزی که میگم 1500 سال پیش نوشته شده و درباره صحبت کرده، مثلا این بهرام گور هست، حالا شما اینو میخواین اسمش بزنید فتنه آزاده، هر چه شما دوست دارید میتونید اونو میگم نامگذاری کنید، ولی در حال شکار بهرام گور داستانی که ما در قرن 21 در سال 1400 هنوز با آن آشنا هستیم.
این تداوم این تاریخ نگاریه که در هنر و در تاریخ، چه در شاهنامه نسخ خطی، داستان بهرام گور و شکارش در دوره حالا میتونیم بگیم سلجوقی به بعد تیموری، چه در دوره ساسانی و حتی امروز ما با اون آشنا هستیم، یعنی چیز ناآشنا و بیگانه نیست و این تداوم این فرهنگ هست که وجود داره. همونطوری که گفتم اهمیت به غیر از زرتشتیان باید اهمیت مسیحیان و دیگران را هم در این شاهنشاهی ازش یاد ببریم. جالب اینجاست که موقعی زبان درباره زبان و ادبیات پهلوی ما صحبت میکنیم، ما معمولا به فکر متون زرتشتی هستیم که خب بسیار زیاد هست، ولی جالب اینجاست که نخستین متون پهلوی متون مسیحی هستن، در حقیقت متون زبور هستن که سوریانی های دو زبونه به پهلوی ترجمه کردن و ما در این رو ما میبینیم. همچنین یهودیان یا کلیمیان نقش مهمی در این شاهنشاهی دارن و چندین شاه ساسانی، خود متون پهلوی هم از این درنگ ندارن که عنوان کنن که مادران یهودی داشتن. مثلا متن پهلوی شهرستان‌های ایران شهر که من در جوانی اینو ترجمه کردم، سال 2002 چاپ شد، یعنی خیلی وقت پیش، 19 سال پیش، یک بند داره که میگه شهر شوش و شوشتر را شیشندخت زن یزدگرد، یعنی یزدگرد اول 399 تا 421 میلادی، پسر شاپور ساخت که دختر رسل جالوت شاه جهودان و مادر بهرام گور بود. شما اینجا میبینید که بهرامی که من الان درباره صحبت کردم و شما میدونید مادر یهودی داشته. شما فقط باید فکر کنید که یهودیانی که در جای در اصفهان امروزی، در همدان و در جاهای دیگه بودن، چگونه بهرام گور رو بهش نگاه میکردن. برای اونها یک شاه یهودی ایرانی بوده دیگه در حقیقت. این نوع میگم ایده این که فقط ما با یک شاهنشاهی زرتشتی و حکومتی که ادیان دیگر رو قبول نمی کرده رو ما باید کنار بذاریم و اصلا چنین درباره‌اش فکر نکنیم، کاملا متفاوت بوده. همونطور که گفتم اولین متون پهلوی که داریم به قرن چهارم تا اوایل پنجم میلادی میرسه و این زبورهایی هست که از آرامی به سوریانی به پهلوی ترجمه میشه. من این متن پهلوی رو خیلی دوست دارم چون جزو اولین هاست. ابر رودستان بابل آنوه نشستی من گیریاد که من آیاد بود سیهون، که خیلی بند معروفیه دیگه، by the river banks of Babylon there we sat and we cried when we remembered Zion، بر کنار رود بابل آنجا نشستیم و بگریستیم زمانی که به یاد آوردیم سهیون را. برای همه من میخوام بدون توجه کنید که مخصوصا در دوره خسرو انوشیروان ما یک حکومت ایران شهری داریم که قانونمنده، که شما چه کلیمی باشید با رهبرش که رشکالوته در کنار پای تخت در تیسفون، چه مسیحی غربی باشه که کاتولیکوس رهبرشونه، چه اونهایی که سوریانی هستن که نصراییان یا نصرایه هستن، چه زرتشتیان و حتی بودایان، همه زیر پوشش و حکومت ساسانی قرار داره. همچنین باید بدونیم که تیسفون، من دارم اتفاقا درباره‌اش مقاله می نویسم، در حقیقت بزرگترین شهر یا شهرهای دوران باستان هستش. ما حالا بهش دلیل هست که بهش میگن مدین، مدائن، جمع مدینه، شهر به عربی که از سوریانی میاد، مدناتا، و این رو شاید در پهلوی هم مرحوم شهبازی توصیه کرده بود که به عنوان شهری ها خوانده بشه و تیسفون منطقه اصلی اونجا بوده. و این بزرگترین، به انگلیسی میگن کلاستر متروپولیس جهان باستان بوده که واقعا خود توپاگرافیش فوق‌العاده است و داره کم کم شناخته میشه. سال هاست که به خاطر مسائل سیاسی قابل مطالعه نبوده، الان هم متاسفانه یک سری مشکلات خب سیاسی هست، ولی باز کم کم احتمال داره که محققان بتونن بیشتر بیشتر دربارش کار کنن.
اما این فرهنگ ایران شهری چه چیزهایی رو دیگه درش وجود داشته؟ خیلی ساده میشه گفت در از دید ساسانیان و فرهنگ ایران شهری شما باید هم روح و روان شما پرورش پیدا بکنه و هم از لحاظ جسمی شما باید پرورش پیدا کنه. اینها هر دو زیر مدخل پهلوی فرهنگ که ما بهش میگیم فرهنگ، مثل کانون فرهنگی بوستون که در باره صحبت شد، فرهنگ بار خیلی مهمی داشته و سعی میکردن افرادی که به طور حتم اول ما باید با طبقه آریستوکرات حتما و نوجوا و بزرگان روبرو هستیم، ولی قسمتی از این دید رو میتونیم در قبال دیگر مردم ها هم شاید دید در ملت فلات ایران شهر. و این مسئله روح و روان که برای آمادگی فکری ما میدونیم که بازی شطرنج و تخت نرد که من درباره صحبت خواهم کرد در زمان ساسانی ابداع میشه به فرمی که ما هنوز داریم با اون بازی میکنیم. میخوام ببینید قدمت اون رو. از لحاظ جسمانی، از لحاظ بدنی شما باید آماده باشید و برای همین چوگان بازی ایرانی است که در دوره ساسانی به وجود میاد یا حداقلن تولد پیدا میکنه و همچنین ایده شکار که ایده باستانی است. شما در زمانی که فصل نبرد نیست، در موقعی که یا تابستان یا زمستان سرد، معمولا شکار میرید که خودتون رو آماده کنید برای فصل نبرد. در واقع اینو تمرین هم هستش. اینا قسمتی از این فرهنگ هستش. اما از اون مهمتر جهانبینی ایرانی هست. شما اگر یک نفر هستین که فرهنگ ایران شهری دارید، باید چه نوع دیدی داشته باشید؟ این یکی از نوجوای ساسانی هستش. شما میبینید که روی کلاش آرم خانواده خاندان هست و بیشتر افراد مهم و تاجر و مذهبی مهر این چنین همیشه با خودشون داشتن. خانم ها هم این مهره رو داشتن، اونایی که در حالا تجارت بودن و غیره. دو ایده مهم و ایده فراوان هستش، ولی دو ایده مهم که یکیش کاملا زرتشتی است به نام اردا، چیزی که ما بهش میگیم اشا توی متون زرتشتی، یعنی righteousness یا truth. ایده ایست بسیار مهم که ما نه تنها در اوستا این رو میبینیم و در دنیای هندو ایرانی به صورت ریتا، راستگویی، پارسایی شاید بهتر بشه گفت، بلکه در کتیبه داریوش در دوران هخامنشی درباره این مسئله اشای ارتا در پهلوی و چیزی که درست خلاف اون هست، دروگا، دروغ، دربارهش کلی صحبت میشه. این یک ایده است که ما ایرانی ها الان هزاران سال با این مسئله دروغ گریبانگیری هستیم و باش در حال جدال هستیم و در جهان بینی ما خیلی نقش پررنگی داره. و اینکه شما اگر یک نفر ایرانی هستین باید پارسا و راستگو باشید قسمتی از مسائل مهم این جهان بینی هست. از اون مهمتر این دوری از زد و نقیز بودن و مسئله پیمان و معنی توازن داشتن، چیزی که در متون پهلویش میگیم پیمان، که در متون فلسفی یونانی هم وجود داره، ولی در دنیای ایرانی این پیمان رو ما از دوران هخامنشی میبینیم که وجود داشته و در دوران ساسانی هم وجود داشته. من یه مثال میزنم. هرودوت که داستانی رو شنیده درباره ایرانیان به ما میگه ایرانیان موقعی که میخواستن تصمیمات مهمی بگیرن، نخست میشستن و کلی شراب میخوردن، یک شب می مینوشیدن، تصمیم میگرفتن و فردا بیدار میشدن و دوباره درباره تصمیمی که گرفته بودن فکر میکردن که آیا اون تصمیم درسته یا نه. هرودوت درست نمیدونی که چرا ایرانیان این کار رو میکنن، ولی شما اگر به متون پهلوی اشراف داشته باشید میبینید که اول اینکه نوشیدن می به اندازه پیمان توازن، متون پهلوی این منش شما رو روشن میکنه، شما رو هوشیار میکنه و برای همین می نوشیده میشد در زمانی که تصمیمات گرفته میشد. اما برداشت دوباره اون تصمیمی رو که میگرفته بودن در شب قبل رو دوباره بررسی میکردن که نکنه
بیش از حد بیش از پیمان میخورده باشن و تصمیم درست رو نگرفته باشن. و این تمام بر میگرده به این جهانبینی ایرانی که کمی می منش ایرانی رو روشن میکنه و فردا باید دوباره مطمئن بشیم که شما تصمیمی درست گرفتین، از این زد و نقیزی دوری جستین. این یکی از ایده های خیلی مهم ایرانیه، این تعادل که در متون پهلوی در اون بسیار صحبت میشه. ما همچنین میدونیم که در دوره ساسانی با اینکه بیشتر سخن درباره طبقه آریستوکرات هست، ولی قسمت های از این خوراکی ها و لذت های زندگی به هر حال ما بین مردم هم جاری بوده. ما متن پهلوی به نام خسرو ریدک داریم که درباره بهترین خوراکی ها و غیره صحبت میکنه. و اهمیت این متن این نیست که فقط چه خوراکی هایی رو و چه دسر هایی رو و چه می هایی رو داره عنوان میکنه، بلکه عنوان این نوع خوراکی ها نشون دهنده پیچیدگی این تمدنه. شما که اونایی که محقق تاریخ خوراکی هستن توضیح میدن خوراکی هایی که مدت ها طول میکشه درست بشه و باید درش میگم چاشنی های مختلف مسائل مختلف وارد هست، نشون دهنده یک فرهنگیه که به یک جایی رسیده در یک زمانی که اینقدر سافیستیکیتد شده، اینقدر پیچیده شده که این نوع فراورده ها رو داره. و این اهمیت این خسرو ریدک این قسمت منوش است. البته خب برای ما جالبه به خاطر باز تداوم، برای اینکه ما میبینیم که مثلا دسرهای تابستان با زمستان متفاوته. شما شیرینی هایی که در تابستان باید بخورید یا میخورید با اونایی که در زمستان میخورید متفاوته. شما در زمستان لوزینک میخورید، لوزینه که تو متن اومده. در تابستان چی میخورید؟ در متون پهلوی بهش میگن پالودک، فالوده میخورید. و ما میدونیم که این تداوم این فالوده خوردن ما با اینکه خودش میتونه جالب باشه، یک مسائل دیگه رو داره اینجا به ما میگه درباره بهترین شراب هایی که در فلات ایران. و واقعا جالبه که در منطقه بوست که در امروز در افغانستان هست صحبت شده که بهترین شراب ها رو داره، چون حتما بهترین تاکستان ها رو داشته که امروز دیگه از اون شاید تاکستان ها باشن ولی دیگه از اون شراب ها خبری نیست. و همچنین ما میدونیم که مردم با وشک، کلمه پهلوی، آبجو نوشیدنی مرسومی هم بوده. و بعد همون که گفتم درباره انواع شیرینی ها، آجیل ها، نخود کی باید خورده شه، پسته از کجا باید بیاد، گردوی هندی از کی باید خورده بشه، نشان دهنده این واقعا سافیستیکیشن و این میگم سنسیبلیتی و اهمیت و قناعت این فرهنگ ایران شهر رو به ما نشون میده. اینجا در حقیقت شما یک دونه آشپز رو هم داریم میبینیم که دهنش رو بسته در حال آماده کردن خوراکه و برای اینکه غذا رو آلوده نکنه یک پدام دهنش بسته و در حال آشپزی است. یعنی این دقت به پاکیزگی یکی از مسائل خیلی مهمی است که ما در دنیای باستان مخصوصا در دنیای ایرانی با اون روبرو هستیم. از لحاظ اقتصادی این ایران شهر با زبان زده نویسنده های دوران باستان هستش. ما میدونیم که در اواخر دوره باستان سکه های طلای رومی سکه های شناخته شده طلا در جهان بودن و برای تجارت استفاده می شدن. اما سکه هایی که از اون بیشتر مرسوم بوده در تجارت اوراسیا و آفریقا این سکه هایی است که شما می بینید. این سکه خسرو پرویزه که ضرب شهر استخر در فارس سالش زده شده، نام شاه خسرو و خوره فر افزود نوشته شده، هفت نوشته شده، تاج شاه رو میبینیم. این مهمترین در حقیقت سکه و ارز اواخر دوره باستان در جهان هست. ما این سکه ها رو در چین، در جاده ابریشم، در هند، در ارمنستان، در بین النهرین یا میان رودان و دیگر جاها پیدا میکنیم. این ارز بین المللی اوراسیا در اواخر دوره باستان بوده و این هم بسیار باز مهمه. حتی موقعی مسلمانان میان و
فلات ایران رو تسخیر میکنن. برای 70 سال اول سکه هایی که زده میشه طرف از طرف امویان خلفا عکس یا تندیس خسرو پرویزه. غیر از اون برای اونها ایده ای دیگه نبوده برای ارز و پول. پول برای اونها این بوده و برای همین همچنان این رو میزنن و حتی آتشدان رو هم در پشت اون ضرب میکنن. تا یک زمانی 50 سال بعد از فتوحات اسلام به این ایده میرسن که ما چه داریم آتشدان زرتشتی میزنیم پشت سکه هایی که خلیفه مسلمان داره اون رو ضرب میکنه و به نامش زده میشه و کم کم تغییر پیدا میکنه. همچنین ما باید بدونیم از لحاظ قدرت اقتصادی ایرانی ما چیزی داریم در متون پهلوی که بهش میگیم بازار، که همون بازار خودمون هست. کلمه ایه که در جهان میگم گسترش پیدا میکنه و بازارهای ایران بسیار مهم میشن. از لحاظ تجارت باز مروارید، متون باستانی ما میگن که در ایرانه که بهترین مرواریدها از خلیج فارس صید میشه و سر کنترل نه تنها ما، درباره میدونم که ابریشم صحبت میشه بسیار، ولی صید مرواری و کنترل اون که یکی از مهمترین کالاها بوده کلی مد هست. و خود شاه رو شما اینجا نگاه کنید که با گوشواره سه مرواریده و یک در گردنبند دو مرواریده، اینجا نشون دهنده اهمیت مروارید در تجارت و تمدن باستانی است. اما برای اینکه باز این ایده ایران شهر در میان تمام مردم این فلات جلوه پیدا کنه، جشن‌های ایرانی و زمانی است که این جشن‌هاست که نوجوا و بزرگان و شاه با مردم ارتباط پیدا می‌کنند و همه می‌تونن در کنار هم باشن. این جشن‌هاست که دو جشن مهم نوروز و مهرگان است، یعنی 6 ماه فاصله از یکدیگر. ما میدونیم این دو جشنی است که بزرگان میومدن به شهرها از شتوها یا حالا دستگردهاشون، از شاه پدیدار میشد و مردم اونها رو میدیدن و زمانی بود برای جشن گرفتن. و این جشن نوروز و مهرگان چنان مهم بوده نه تنها مرزهای ایران، بلکه در مصر در دوره‌ای که هنوز رومی ها حضور داشتن جشن مهرگان شناخته شده بوده و همچنین جشن نوروز. و انقدر این جشن‌ها اهمیت دارن که موقعی که خلفا میان، در ما می‌دونیم در دوران عباسی هم جشن مهرگان و همچنین جشن نوروز گرفته می‌شد در میان رودان در عراق امروزی و خود خلیفه هم می‌دونست و پشتیبانی می‌کرد. یعنی راهی نبود، نمی‌شد جلوی این جشن‌های ایرانی‌ها گرفت. و جشن‌ها یک نوع ابزاری هستن میشه گفت که میشه گفت یک فرهنگی رو به همدیگه وصل میکنه، متصل میکنه، سیقل میده و منسجم میکنه. ما میتونیم این رو در حالا اگر در آمریکا هستیم ببینید، مثلا Thanksgiving که همه حالا بوغلمون یه چیز شبیه اون میگیرن، یک جشن نیست که همه آمریکایی‌ها فراتر هر حالا زبانی مذهبی میان و این کار رو انجام میدن. جشن مهرگان و جشن نوروز هم همین معنی رو داره. جشنی میشه فرا مذهبی تا حدودی که شما مسلمان میتونید باشید، مسیحی باشین، یهودی باشین و درش شرکت پیدا کنید. که ما میدونیم در متون دوره ساسانی، درباره دوره ساسانی شاه پدیدار میشد در دربار و پاداش میدادن به مردم، نوجوا و غیره. یک نوع میشه گفت جشن های ملی ما بوده. این دو جشن، جشن مهم ملی ما. برای اینکه فرهنگ داشته باشیم، ما میدونیم که کسانی که دارای فرهنگ بودن، متون پهلوی میگه برای اینکه فرهنگ داشته باشید باید برای اینکه بخواید دبیر خوبی باشید باید به فرهنگستان بروید. فرهنگستان محلیه که گروهی فرهنگ میآموختند و این متن پهلوی ما خسرو ریدک مثلا میگه یک نفر که میخواست دبیر بشه باید خوشنویسی یاد میگیره، تون نویسی یاد میگیره، چیزی که متن پهلوی میگه باریک دانشن باید زیرک بود، یاد میگیره که چگونه زیرک باشه، فرزان سخن، اوراتوری، خوش سخن باشه. یک سری مسائل خیلی جالب و مهم رو در حقیقت شما میبینید که از دوره باستان درباره دانش
در فرهنگستان اینجا متبول میشه. من خودم موقع که بچه بودم با اینکه خطم بسیار بد بود باید کلاس خوشنویسی میرفتیم. این سنتیه که میخوام بگم که فقط در دوران ما وجود نداشته. خوشنویسی اقلا از دوره ساسانی میبینیم که دربارهش صحبت میشه، چه برسه حالا تند نویسی و مسائل دیگه که دربارهش صحبت کردم. این یک نسخه یا یک متن مانوی هست که نشون میده کاتبان مانوی در حال ترجمه متون مقدس مانوی در دوره ساسانی هستند. و این رو من به عنوان نمونه در برابر این فرهنگستان، اگر ایده ای از فرهنگستان ما میخواستیم داشته باشیم از قرن سوم تا هفتم، این چنین ممکن باشه. همونطور که گفتم یک سری بازی ها و ایده ها که ما امروز فقط به عنوان بازی میپنداریم در حقیقت قسمتی از این فرهنگ یا فرهنگ ایرانی بوده. ما میدونیم که بازی شطرنج اصلش از هند میاد. در متن به سانسکریت به این بازی میگن چاتورانگا، یعنی four limbs، چهار گوش. هندی ها این رو از چهار گوش با تاس بازی میکرد. در دوره ساسانی این بازی تبدیل میشه به بازی دو نفره. در ایران تاسا برداشته میشه و به فرمی میشه که ما تقریبا امروزه با اون بازی میکنیم و این بازی استراتژی هستش. بازی نیست که فقط برای تفنن باشه، بازی است فکری. در حقیقت شما شطرنج رو بازی میکردین که از لحاظ ذهنی آمادگی داشته باشید، از لحاظ استراتژی آمادگی داشته باشید. تنها تغییر دیگه در اسپانیا است، موقعی که مسلمانان این بازی رو میبرن به اسپانیا در خلافت اموی و امویان به اون سمت رانده میشن. ما میبینیم که موقعی که اسپانیایی ها بعد از 1453 تسخیر میکنن اسپانیا رو، اسپانیولی های مسیحی، به جای در حقیقت شاه وزی ملکه رو جانشین میکنه. این یک تغییر دیگه که ما میبینیم که وجود داره. اما مهم اینه که اولین متن کامل درباره بازی شطرنجی که ما امروزه میشناسیم از قرن ششم میلادی از دوره ساسانی است. در شاهنامه فردوسی، در تاریخ ثعالبی یا ثعالبی دربارش به طور اخص صحبت شده، داستان بزرگ مهر و چگونه این شطرنج درست میشه. ولی از اون قدیمی‌تر متن قرن ششمی که به زبان پهلوی نوشته شده و منم باز در جوانی اون متن رو ترجمه کردم به انگلیسی. این خیلی مهمه. این دستاوردی که در ایران از ایران ساسانی به وجود اومده و به دست ما رسیده، این بازی شطرنج. همچنین ایده هایی که شاید به غرب رسیده باشه، البته بیشتر باید درباره صحبت کرد، ایده هایی که ما به انگلیسی میگیم جاوستینگ، که در متون پهلوی به ما میگن نیزگوری یا نیزوری به فارسی. قدیمی ترین رفرانس به نیزوری یا جاوستینگ در اروپا از قرن هشتم میلادی. جالب اینجاست که ما در حقیقت چهار قرن قبل از اون نیزه‌وری رو به عنوان ورزشی که شما رو آماده میکنه، البته ورزش آریستوکراتی، ما بین نوجوا و بزرگان در ایران داریم که به نقش کشیده شده در این سنگتراش زیبا. یک صحنه نیزه‌وری ما بین دو نفر هست و این شاید دلالت کنه بر این که بازی نیزه‌وری یا جاستینگ هم از شرق به ایران، از شرق به اروپا رفته. شما میبینید که سمبول های خاندان ها را هم نگر داشته. یکی از کسانی که همراه این نجیب زاده یا پادشاه هستش و در حال نیزه‌وری هسته. همونطور گفتم قرن، البته خب خیلی جالب این نسخه اروپایی، ولی نه تنها این نیزه‌وری، بلکه در موقعی ما درباره قرون وسطا فکر میکنیم در اروپا به فکر نشانهای خانوادگی هم هستیم. این هم جالبه که باز در ایران ما از قرن سوم میبینیم که خاندانها همه خیلی مشخصا روی کلاه خودهای خودشون یا کلاهها
نشان خانوادگی خود رو زدن. یعنی که شما از کجا میایین و از چه خاندانی هستین بسیار مهم هستش. برای همین من فکر میکنم این دید ساسانی که اگر شما میخواین انسان کاملی باشین در این ایران شهر، باید هم از لحاظ منتالی و روانی و همچنین از لحاظ فیزیکی باید آماده باشین، کسی باشین که فرهنگ آموخته اید. شما میتونید یک انسان کامل در این ایران شهر باشید. این در حقیقت آنچه هست که ساسانیان برای ما بر جا نهادند و ما همچنان تا حدود زیادی وامدار این سنت هستیم و این ایده ایران شاید از همه مهمتر باشه که پس از فروپاشی ساسانیان به فرم‌های مختلف و ایران شهر شاید بگونی با ما همچنان حضور داره. خیلی ممنون. با تشکر فراوان از صحبت‌های پربار آقای دکتر دریایی، من که خیلی چیزا رو گرفتم، امیدوارم که شرکت کنندگان هم از گفتار شیرین و آموزنده ایشون لذت برده باشن. در این قسمت برنامه به سوالات دوستان به ترتیب بلند کردن دست جواب داده خواهد شد. دوستان بعد از انمیوت کردن خودشون و روشن کردن ویدیوشون سوالشون رو شخصا میپرسند. خواهشان سوالات و احیانا کامنت ها کوتاه و دکتر حدود یک دقیقه باشه. الان جایی که من میبینم حدود 4 نفر در حال حاضر چیز کردن، دستشون رو بلند کردن. من از آقای امیر عطایی، امیدوارم که جهت زمانی درست باشه این چیز، که آقای امیر عطایی خودشون رو آنمیوت بکنن و اگر بشه که ویدیوشون هم روشن بکنن که ما دیده بشن، شاید بتونن مستقیما ارتباط بیشتری با پروفسور دریایی داشته باشن. آقای عطایی خواهش میکنم. بله بله، خیلی ممنون، متشکرم. سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از آقای دکتر، خیلی سخنرانی عالی بود، خیلی استفاده کردیم. من دو تا سوال داشتم خیلی مختصر عرض کنم خدمتتون. یکی اینکه در رابطه با جشن ها صحبت کردین و گفتین جشن مهرگان و نوروز خیلی محبوب بوده در زمان ساسانیان. میخواستم بدونم آیا جشن دیگه ای هم بوده و آیا مثلا در زمان ساسانیان مراسم سوگواری به شکلی حالا بعدن توی اسلام خیلی مرسوم شد مرسوم بوده یا نه اصلا از این بزرگ داشته ای که غمبار باشه مرسوم نبود. و سوال بعدی هم در مورد فرهنگستانه. به فرهنگستان اشاره کردیم و اینکه خوشنویسی متون مختلف خصوص متون مقدس خیلی مرسوم بوده و آموزش داده می شده. میخواستم بدونم آیا نهاد علمی و نهاد مثلا فکری مثل به اصطلاح مثلا آکادمیا در زمان یونان باستان وجود داشته توی ایران زمان ساسانی هم بوده یا نه و به چه شکلی بوده؟ بله، سوال اولتون رو جواب بدم اگر میتونم یادم بمان خیلی درباره جشن ها بود. ببینید در تقویم زرتشتی روز موقع که روسا و ماها هم نام هم میشدن، ما الان جشن تیرگان رو داشتیم به تازگی، این جشنی بوده مذهبی که مردمون رو جشن میگرفتن اونه که زرتشتی بودن. برای همین هر ماه یک جشنی هست، یعنی یک نوع فرهنگ شادی پذیری است این فرهنگ ایران شهری و دوری از غم و غصه. خیلی ایده است که در متون زرتشتی و همچنین ما میبینیم در دوران ساسانی در این باره صحبت میشه و حتی موقعی که میگن کسی فوت میشه، شما در متون زرتشتی نگاه کنید، حتی متون فقه دوره ساسانی مثل دادستان مینوی خرد میگه اگر خانواده شما گریه کنن در زیاد در موقعی که شما از این دنیا میروید، روحتون که میخواد بره از پل چیتون از این ور بره بمبه، این گریه کرده باشه مثل یک دریا یک رودخانه عریض و طویل میشه و سخت‌تر می‌کنه زندگی رو برای شما.
و نباید شیون بکنید و مویک مو بکشید. کاملا اقلا از این دید متون زرتشتی مخالف سوگواری هستند، در صورتی که داریم متونی که در نقاط مختلف خب سوگواری می شده و سرزنش هم شده اتفاقا، ولی جشن های مختلفی بوده. ولی این دو جشن، جشنی میشه که نمیخوام بگم سیاسیه، ولی سلطنت یک نوع از اون بهره‌مند میشه، برای اینکه زمانی که مردم و نهاد پادشاهی هم باش گریبانگیر همدیگر میبینن، حضور دارن، در یک جا با هم هستن، پاداش میگیرن، این دو جشن به خصوص اون اثر داره. از بابت اینکه در دوره قبل از اسلام ما چرا متنی نداریم، چرا از لحاظ علمی اینا ما چه میدونیم، ببینید شما نمیتونید یه دونه شاهنشاهی داشته باشین که به عنوان یکی از دو قوی ترین حکومت های جهان، ابرقدرت جهان باشه، مثل رومی، و اینکه هیچ نوع علم و دانشی درش نباشه. رومی ها و ایرانی ها مرتب از همدیگر میاموختند و با هم تبادل می‌کردند. این البته ایده منه، شاید من اشتباه کنم، اما اینکه ما میتونیم بگیم که موقعی که مسلمان ها چیره میشن بر ایران شهر، مخصوصا حالا دیگه در زمان عباسی، جایی که در حقیقت بیت الحکمه درست میشه و پروژه ترجمه تمام متون به سانسکریت، پهلوی، سوریانی و لاتینو یونانی شروع میکنه انجام شده، یعنی خلفای عباسی میخوان تمام دانش جهان رو که در دستشون هست با کسانی که دو زبانه، سه زبانه هستن، اینجا ترجمه بشه. به چه زبانی؟ زبان مرسومی که زبان دانش قرون وسطا چیه؟ عربیه. چه ما بخوایم چه نخوایم، این یک حقیقته. همونطور که امروز انگلیسی زبان دانشه بیشتر نقاط، درسته؟ و اینا متون ترجمه میشن، اونهایی که مهم بودن ترجمه میشن. در لابلای متون پهلویان که باقی میمونه برای ما از متون پهلوی، متون مذهبیه، چون موبدان زرتشتی دارن میبینن چیزایی که داره از بین میره تعداد زرتشتیانه و مذهب در خطره. شما نمیان متون سکولار و غیره رو شما کپی بکنید دیگه، درسته؟ اون متون ولی ترجمه میشن، خداینامه ما ترجمه میشه به عربی، ابن مقفع درسته این کارو میکنه در دربار، متون فلسفی. ولی هنوز در متون پهلوی ما ورود تفکر و فلسفه یونانی رو به خوبی میبینیم. و این جالبه که زرتشتیان و این جهانبینی زرتشتی خیلی زیبا و به راحتی ادغام میکنه این جهانبینی یونانی و فلسفه یونانی و زرتشتی میکنه، برای همین معلومی که وجود داشته. ما در متون پهلوی از بطلمیوس ازشون نام برده میشه و زمین پیمایی در جیوگرافی و جغرافی غیره صحبت میشه که این متون رو در زمان شاپور و بعد در زمان خسرو دادن ترجمه کردن. و متون سوریانی هم داریم که درباره دربار خسرو انوشیروان و جدل‌های فلسفی صحبت میشه، ولی مقدار زیادی از این ترجمه میشه و چاشنی میشه برای تمدنی که ما بعدا میگیم اسلامی یا اسلام ایرانی، مقدارش از بین میره و اون چی که به پهلوی مونه بیشتر متون مذهبی. نفر بعدی آقای به دکتر اوریانی هستن که از دوستان شفیق قدیمی بنده. کاظم جان خواهش میکنم میکروفون رو باز کن، لطف کنید سوالتون رو. با تشکر فراوان از جناب دکتر لطیف‌پور، همینطور جناب دکتر تورج دریایی، من دو تا سوال دارم. یکی در واقع اطلاع بیشتری در مورد شاهنامه ابو منصوری اگه ممکنه بفرمایین. یه سوال دیگه در مورد اینه که چرا تمام مینیاتورهایی که در ایران هست همه شکل چینی یا شکل آسیایی دارن، و این در صورتی که قیافه مثلا کوروش و اردشیر و دیگران متفاوته با این مینیاتورها. بله، خیلی ممنون دکتر. من سوادم راجع به مسئله کمتره، ولی شما باید بدونید که
در قرن دهم میلادی یا اواخر سوم هجری و اول چهارم ایرانی ها مثلا در شرق برای مثال در توس، کنارنگ توس، عبدالرزاق مأمور میکنه کسانی رو که داستان ها و روایت هایی رو که وجود داره درباره شاهان و تاریخ ایران رو جمع کنه. این یه حرکتی که خیلی جالبه، چندین نفر سعی میکنه این کارو بکنه و اولینی که ما ازش فقط همون مقدمش باقی مونده و خود شاهنامه بامون نیست، شاهنامه که بهش میگیم همین شاهنامه قدیم، و این شاهنامه که فقط پیش گفتارش مونده درباره تدوین این شاهنامه است که شاهنامه چی بوده و میگه که در حقیقت در خراسان تصمیم گرفته میشه که چهار موبد که دانان درباره تاریخ باستان، خدای‌نامه و روایت‌هایی که می‌گذشته همه رو جمع کنن و این رو تدوین کنن به عنوان خدای‌نامه. این شاید دلالت بر این کنه که ما می‌بینیم که بعض وقتا چندین خدای‌نامه وجود داشته و روایت‌های مختلف، یعنی یک تصمیم گرفته شده هر منطقه داشته به غیر از روایت کیومرث و یزگرد روایت‌های محلی دیگر رو هم جمع می‌کرده و می‌گنجونده، برای همیشه شاید تطبیق پیدا نمی‌کنه، ولی اون خدای‌نامه حرکت اصلی بوده. و بعد از اون ما دقیقی رو داریم که سعی میکنه رو به نظم در بیاره، درسته، و این در فاصله همون نیم قرنه و میمیره هزار بیت و بعد فردوسی این کار رو میکنه. یعنی اول مثل اینکه یک نثری بوده که فردوسی هم داشته و اون تبدیل به نظمش رو برای ما به وجود میاره، اول مینویسه خوشش نمیاد، بعد از چند دهه دوباره این رو تکمیل میکنه، ولی تمام اینا برمیگرده اول به شاهنامه ابومنصوری، حداقل تا اونجایی که میدونیم که اولین فکر کنم سعی هست که خدای‌نامه رو یا یک نوع روایت با ملی ما رو اینو تدوین کنه. سوال دوم شما درباره نگارش‌ها و نقش‌بندی‌هایی که در شاهنامه نسخ خطی می‌بینید. من تاریخ هنر نمی‌دونم، ولی اگر شما نگاه کنید بیشتر این نسخ بعد از قرن 13 یعنی از زمان دوران تیموریه که این واقعا این زیبایی رو می‌بینیم در و در حقیقت نسخ خط تبدیل به نقش و نگار هم هست و این یک نفوذ هنری چین و شرق هست که بر ما هست و مخصوصا بعد از دوران مغوله که ما بیشتر این متون رو میبینیم و تیموری ها، یعنی یک نوع روایت سنت هنری شرق هست که داره فکر میکنم غالب میشه در ایران، در فرهنگ ایران، و برای همین هستش این متون مانوی رو اگر دیده باشین باز اون نفوذ صورتگری مانی به من معروفه که اون رو به عنوان صورتگر میشناختن، کتابی داشته به نام ارژنگ، اردنگ ها، که حالا ما یه مقدار روایت بعدیش رو داریم میبینیم، اینها رو هم احتمالا زیر نفوذ فرهنگ شرقی و چینی بوده که چنین کاری در ایران انجام شده. بسیار متشکرم. خواهش می‌کنم. آقای رحیم شفا، خواهش میکنم خودتون آن میوت کنید و سوالتون رو بفرمید. خیلی ممنون. من چند سوال دارم، برابری فقط یه سوال میکنم، بعدا اگر فرصت شد دوباره دوبت برسه خیلی متشکر میشم. یکی سوالی که شما لطف فرمودین سکه خسروپهلوی نشون دادین و نصر مانی نشون دادین، یه نوشته هایی اونجا بودش، اگه میشون نوشته های امکانش هست برای ما بخونین که ما ببینیم متن سوقیه. این گفتم برای مثال من اون رو گذاشتم که ببینید در قرن سوم چهارم یک مکتبخانه، یک دبیرستان یا یک فرهنگستان چه شکلیه، ولی متن نیست مانوی که خط استرانگلو استفاده میشه. این خط خطی است مهم که در حقیقت از قرن سوم اینو استفاده میکنن در شرق مانویان، در اینکه بر حسب خط سوریانی است و متون رو به این خط ولی به زبان سقدی این رو می نویسن. این خط در شرق ادامه پیدا میکنه تا دوران مغول و غیره، شما می بینید که زبانهای دیگر هم از این خط استفاده میشه که خیلی تفاوت فرم نداره، ولی خطی است که در شرق ایران و در آسیای میانه از اون استفاده میشه از قرن سوم. روی سکه خسرو پرویز هم که فهمیدین که سال زده و اون تاریخ چه تاریخیه بشه بفهمید یا بخونید. حالا این جلومه بذارید ببینم. حالا
چون مبدع تاریخ موکی بوده، چون ما الان مبدع تاریخ از جلوس شاهه، یعنی خسرو پرویز تا سال 28 داره، از یک شروع میشه 28 تموم میشه، از زمانی که شاه جلوس میکرد آتشش رو روشن میکردن و سکه یک میدادن، خسرو شاهنشاه یک، خسرو شاهنشاه دو، و در زرابخانه نفر بعدی آقای دکتر رضاخان سعد هستند که از ادبای بزرگ شهر بوستون تشریف دارند، با اینکه رشته تحصیلیشون هیچ ربط زیادی به این مسائل ادبی نداره، ولی به هر حال سرور بندن. رضا جان خواهش میکنم. خواهش میکنم جمشید جون، لطف کردی بابا، این حرف چیه؟ چیزه، مرسی، من ممنون از این زحمتی که کشیدی، از این مهمان خیلی خوبی که آوردی، و دکتر جان خیلی لذت بردم، من بازم از دانش شما استفاده کردم، ترم قبل مهمون شما بودیم با اون ویدیوهاتون و چقدر استفاده بردم، درس ایران باستانتون، مرسی. من دو تا سوال دارم، همون که جمشید گفت در واقع این کلمیه که در من هست، آوردی کلمه و ادبیات، دو تا در واقع دو کلمه است در واقع، یکیش پیمان و پیمانه است که حتی این کوتاه مهم نیست، منو به کنجکاوی انداختید که واقعا پیمان و پیمانه که تو ادبیات هم خیلی جا با هم استفاده میشه نکنه واقعا هم ریشه باشن به اون دلیلی که گفتید یا دلیل مثلمون، ولی واقعا سوال اصلی در واقع کلمه ایرانه. بعضتون معذرت میخوام اگه من یه تیکه ارتباطم قطع شد، شاید نشنیده باشم، شاید در مورد گفته باشید، این کلمه ایران، اسم ایران از نظر تاریخی از اولی که استفاده شد تا زمان ما به نظرم یک تصور اشتباهی است که زمان رضاشاه بعضی به اشتباه میگن که این اسم ایران شد، که میدونم نیست، این فقط برای خارجی ها این اسم تثبیت شد. بیشتر بگید اصلا مفهومش برای ما ایرانی ها چی بود از گذشته تا الان، و ایران شهر هم به همون مربوط میشه. بله، ببینید مسئله ایر به فارسی میانه یا آریا که در فارسی باستان اول در دوران تاریخی داریوش اول استفاده میکنه، میگه من کتیبه رو به زبان ایرانی نوشتم، آریا، و خودش رو از نطفه ایرانی میدونه، میگه آریا کیسا، یا از چهره ایرانی حساب میکنه. ژان کلنز، ابسطشناس بزرگ دوران ما در فرانسه، به تازگی که مقاله خیلی مفصل داره، کلمه آریا همون در متون اوستایی هم از همون اول معنی ایرانی هستش، یعنی یک سری ایده‌های اثنوس وجود داره در اوستا که البته بعد درش ازش استفاده میشه، درسته؟ قبایل ایرانی که در اوستا به خصوص در فروردینیش هستن، توراریا هستن، تورانیان، ایراریا هستن، و سایرما که این ما بهش میگیم سرمت های سلم و این ها، داستان تور و سلم و چیز، داستان ایرانیه، پن ایرانی اوستاست که بعد در دوره ساسانی تبدیل به یک ایده سیاسی میشه. قبل ترک وارد ایران میشن، معمولا زیر این ایده ایرانشه کاملا ادغام میشن، این فرهنگ ایرانی. بعضی از ترکان که در شرق ایران هستن و در آسیامه میگن نه، ما نجیب زاده ترک هستیم، ما اصلا ایرانی، مثلا ایران چه؟ چی کار میکنن؟ از تو این جهان بینی ایرانی میرن پیدا میکنن تورانیتون در شرق هم دیگه، میگن ما تورانی هستیم. ما از کدوم نطفه هستیم؟ از نطفه فراسیاب یا افراسیاب هستیم. در واقع اینا قهرمانان و جنگجویان این دنیای اوستای ایرانی هست که حالا حالت پولیتیسیزه پیدا کرده تو دوره ساسانی، و حالا قبایل جدیدی هم که اومدن دارن هر کدوم از این هویت‌ها رو برای گذشته خودشون میگیرن، و مرثیه‌هایی هست برای افراسیاب مثلا به ترکی، معاونه کسانی که روی ترکی باستان کار میکنن در این باره نوشتن که کاش هنوز داشتیم، ولی یه چیزای اسپسیمن‌های هست از این، و این نوع دید هست. ولی خود آریا و ایرانی همچنان این ایده هست که یه ایرانیایی هستن، ولی زبان ایرانی چیه؟ برای اینکه توی هند هم توی کتیبه مهمی داریم که اونا هم میگن ما به ایرانی آریا اینا چیز کردیم نوشتیم، ولی در دوره ساسانی که این کاملا آریا و جنتیو پلورالش یعنی ایرانیان، آریان یا ایران، کاملا در برش صحبت میشه و از اولین
کتیبه اردشیر دربارش صحبت میشه به معنی ایرانیان هستش و در کنار اون کلمه ایران شهر هستش در همون قرن سوم، یعنی شهر ایرانیان، جایی که ایرانیان وجود دارند دربارش ازش یاد میشه. حالا من دیدم هم اول دیدم دکتر بنو عزیزی هم با ماست که بزرگ ما هستن و در واقع در ایران شناسی کسی هستن که همه کاره هستن. سلام بهشون میگم. خانم جین لوستون هم الان دیدم، جین رو من ادمیت کردم که کسی که پروژه گلستان رو داره و اونم دیدم سلام میکنم بهشون. امیدوارم که جواب داده. آقای مولایی میکروفونشون بستن. من هم از شما و آقای دکتر لطیف‌پور و آقای امیرجواد خالقی خیلی خیلی سپاسگزارم که این برنامه تشکیل شد و منم تونستم خیلی چیزا یاد بگیرم. من یه متنی از شما خوندم چند وقت پیش که ترجمه یکی از مزامیر بود. بله. این رو به خاطر دکتر شمیسا فکر می‌کنم. بله، جشن دکتر شمیسا بود. بله، اگر من درست یادم باشه توی اون شما یه توضیح میدید که ساسانیان یزدگرد گمانم این مزامیر رو ترجمه کردن به پهلوی که اینا بتونن، که یهودیان بتونن به زبان خودشون دعا بکنن. این درست یادم مونده؟ اگر این درست باشه معلوم میشه که اسیمیلیشن اقلیت ها خیلی موفق بوده، حداقل از نظر زبان، و با توجه به اینکه مردم نوشتن نمیخوندن به نظر من این کار عظیمی آمد. آیا درسته این؟ بله، که برداشت من کاملا درست میکنم. ببینید چرا ما باید روایت داشتیم، حالا نه تنها از داخل ولی در خارج، یعنی متون سوریانی عربی، که مسیحیان دور خلیج فارس مراسم خودشون رو به فارسی انجام میدادن، یعنی فارسی میانه. چرا باید مزامیر حالا مسیحیان به فارسی باشه؟ برای اینکه ما میدونیم کلیسای ایرانی از زمان یزدگرد وجود میاد و کاتولیکوسشون در تیز خونه، برای اینکه میخوان در حقیقت ببرن از نفوذ مسیحیت غرب هم کاملا. خب چه بهتر اگر ایرانیه، خب به زبان فارسی که اونجا متداوله استفاده میشون. شما میتونید راحت دو زبانه باشید، مشکلی نیست که در منزه زبان خودتون صحبت میکنید، ولی میتونید این زبانی باشه که دولت هم میتونه بشناسه. من فهم میکنم برای همینه، برای همین ما قدیمی ترین متون فارسی کلاسیک هم که داریم فارسی یهوده، درسته؟ یه دونه دوتا کتیبه و دندان و بقیه نمیدونم چند تا نامه هایی که پیدا شده و مخصوصا علی گنزایی که توی افغانستان پیدا شده، همه متعلق به فارسی یهود هستن. یعنی زبونیه که تمام گروه های مذهبی این رو ازش استفاده میکنن و خیلی راحت هستن. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم آقای مولوی. آقای حمید نبوی اگر فراهم هستن خودتون آمیزشون بلالا کردن رو تشوردن. خواهش می‌کنم جناب نبوی. خیلی ممنون. بله، سوالی که من توی چت باکس هم گذاشتم این بود که این خدای‌نامه با توجه به اهمیتی که گفته شد داره، چطوره که هیچ نسخه اصلیش، اینطور که من تو ویکی‌پدیا دیدم، هیچ نسخه اصلیش نمونده؟ چرا؟ ببینید آقای نبوی، کلی متن هستن که از بین رفتن در طول زمان. خدای‌نامه پهلوی، باز من تکرار میکنم، شما ببینید در قرن دوم هجری چند نفر پهلوی بلدن بخونن و بنویسن که بخوان کتاب خدای‌نامه رو ازش نسخه بردارن که تداوم پیدا کنه. ببینید اگر این کتاب ها مرتباً کپی نشن از بین میرن و ما میبینیم که خدای‌نامه ای نداریم. ولی در اوایل دوره اسلامی انواع اقسام نویسنده هایی که روی تاریخ حالا اسلام و گذشته مینویسن میگن خدای‌نامه فلان کسک رو دیدم. فلان کسک رو چندین نسخه داشته. شما یادتون باشه که دوباره در دربار خلفا کسی مثل ابن مقفع خدای‌نامه رو میدونیم که داره و داره ترجمه میکنه به عربی، که شاید اون هم نباشه، ولی ترجمه های دیگر رو به مراتب میبینیم و تقریبا هر تاریخ مهم اوائل دوران اسلامی ما داریم، از طبری
که تاریخ جهان رو داره مینویسه، قسمت مهمش بر حسب همون خدای نواز و تاریخ ایران تو همه اینا گنجونده شده. هیچ جور نمیتونن از تاریخ ایران دوری کنن و فقط تاریخ اسلام رو بنویسن. شما اگر این تاریخ ها رو ببینید، این به خاطر حضور و اهمیت خدای نواز است که به عربی ترجمه شده، برای زبان متداول دیگه عربیه، و بعد از عربی خود ایرانی‌ها تصمیم گرفتن چرا دوباره به فارسی نباشه، زبانی که خودمون صحبت میکنیم، یعنی پهلوی عربی به فارسی. پس نسخه ترجمه کاملش به عربی هست؟ ما نسخه کامل ترجمه فردوسی رو داریم، شاهنامه رو داریم، شاهنامه فردوسی رو داریم، اما ما میتونیم بازسازی کنیم تا حدود زیادی که خداینامه چی بوده و داریم این متون‌ها رو در تاریخ میگم صدر اسلام، در تاریخ‌های مختلف و روایت‌های مختلف بعد کنار هم گذاشت، ولی تقریبا مشخص هست که همونیه که ما امروز تو شاهنامه می‌بینیم در قسمت اعظم همون خداینامه است. پس این که ما نسخه اصلیشو نداریم آیا به خاطر جنگ بین عرب و ایرانیان بوده که خیلی چیزها رو از بین بردن، یا به چه دلیل بوده؟ این برای اینکه در بعد از قرن اول هجری زبان پهلوی زبانی است که برای موبدان دارن ازش استفاده میکنن و بعضیا حالا در ده ها و جای دیگه دارن استفاده میکنن برای کارهای روزمره. زبان ادبی و تاریخی عربی میشه، مثل قرون وسطا اروپا. لاتین زبونیه که زبون علمیه و یونانی در شهر، همه اون زبونه. اگر شما دانا هستیم و تاریخ میدونیم به اون زبون ها مینویسیم، هیچ تاریخ محلی نمیمونه. عربی هم یه همچین شکلی رو داره، اهمیتی رو داره در خاورمیانه و شمال آفریقا. خیلی ممنون. خلاص جان، خواهش میکنم نوبت شماست، خودتون آن میوت کنید و سوالتون رو بکنید. با سلام و تشکر از این برنامه زیبایی که درست کردید. من یه سوالی داشتم اتفاقا در مورد همین متون، متون شعری. برای من همیشه سوال بود که چرا ما غیر از حالا گاته‌های زرتشت در اون فاصله قبل از اسلام چیز زیادی نمونده از شعر، هر چی هست بعدش هست، این علتش چی میتونه باشه؟ بله، من تقریبا بی سوادم در این مورد، ولی ما داریم سپسمن های شعری که وزن و قافیه فرق میکنه، میدونید، در دوره باستان. و شعر در حقیقت به نظر میرسه ایده بوده که به هر حال به صورت شفاهی وجود داشته، کمتر در اون میشه شعری رو ادبی و وزن و قافیه ای که از اون استفاده میشه در دوران بعد از اسلام در اون میبینیم. در دوران باستانی ما اونچنان شعری همونطور گفتیم نمیبینیم. این یا به دلیل شفاهی بودن مسئله است، یا اینکه دوباره در حین ترجمه متون شعر اولویت نداشته در دورانی که تعداد زرتشتیان داره کم میشه و موبدان باید سعی کنن فقط مباحث مذهبی رو همینجور کپی کنن و به جا بذارن. ولی این تنها میتونم بگم فقط یه حدس از طرف من. خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر اجازه میدید که وقتتون اجازه میدید که آقای شفا یک سوال دیگه حاله. هم داشتن بکنم. بله، خواهش میکنم آقای شفا. بفرمایید. جناب شفا. خیلی ممنون که اجازه دادین. ببخشید سوال زیاده، معذرت میخوام. یکی این که این خط میخی چه موقع تبدیل شد نگارشش به خط دیگه؟ در پهلوی و نگارش با خط میخی فرق داره، درسته؟ چه موقعی اتفاق افتاد؟ ببینید، این دو خط در کنار هم بودن. یعنی شما مثلا در آشور، در دوران آشوری ها از هزار دوم قبل از میلاد شما میبینید موقعی که شاه داره دیکته میکنه، شما یه عکس خیلی خوب داریم که دو کاتب، یکی داره روی لوح گلی با خط میخی که سنت بین النهرینه داره این کار انجام میده، و یک نفر روی چرم در کنارش. اینا آرامی زبانهایی بودن که از اقلن 800-900 قبل از میلاد در خاورمیانه حضور دارن و در حقیقت اون خط اونهاست که
در حقیقت میشه خط بین‌المللی خاورمیانه و اون آرامی که شما در متون پهلوی می‌بینید وامدار اون سنت آرامی هاست که در خاورمیانه، که حتی در هند هم خط دیواناگری خطی است که دوباره از آرامی گرفته شده، خط پهلوی از اون خط گرفته شده. ما همه وامدار اون سنت کتابتی هستیم که در دنیای آشور و آرامی ها به وجود میاد. البته قبل از اون سومه اجازه دارم بازم سوال کنم؟ بفرمایید. هر وقت این جشن مهرگان شما فرمودین که حتی خلفا هم دنبال میکردن، از که شد که دیگه فراموش شد؟ یعنی عربا این کارو کردن، مغولا این کارو کردن و ببینید نگرفتن جشن، من درست نمیدونم کی در حقیقت جشن مهرگان، خب زرتشتیان که حتما اون رو میگرفتن در طول در یزد و کرمان و جایی که زرتشتیان حضور داشتن این کار انجام میشد. حالا سکولاریزه شدن اون رو مهرگان رو من درست نمیدونم، ولی جشن نوروز رو که مرتبا جشن گرفته شده، یعنی از این نرفته و این دو جشن مهمیه که به یک فرمی به هر حال ما باش چیز داریم. جشنهای دیگه رو که ما نمیگیریم چون زرتشتی، حالا اونه که زرتشتی نیست، اصلا تیرگان بوده. البته در طبرستان هم من داشتم این مصاحبه میکردم، مرحوم سیروس طاهباز در این کتابی که درباره یوش نوشته تو دهه 40 صحبت میکنه که مردم تیرگان رو جشن میگرفتن چون درباره نورد حالا ایران و تورانه و از داستانی که هست اینه که آرش تیر رو از طبرستان میفرسته، تو طبرستان رو جشن رو هنوز میگرفتن، همیشه ادامه داشته، فقط مکتوب میده. سوال آخر من اینه که وقتی ما از ایران باستان صحبت میکنیم همیشه یا هخامنشیه یا ساسانیه، چرا هیچ از اشکانیه صحبت نمیشه؟ این به خاطر یک نوع عرق ملیه و یه سری منابع، یعنی این دوتا دست به دست هم دادن. 500 سال تاریخ اشکانی که بسیار مهمه، درسته، بهش کمتر رجوع میشه در، و این به خاطر این که منابع بیشتر یونانیه و در ایران کسی زیاد یونانی دوست نداره یاد بگیره، خب منابع اکثر یونانیه، ارمنیه، منابع بین النهرینی الان بسیار مهم شده و نشون میده الوایی که توی مرکز اشکانی زده میشده تا سال 50 قبل از میلاد همونجور داره تاریخ هر روز رو برای شما میگه و اینها داره ترجمه میشه، آقای سکس هم انگار داره میکنه، باستان شناسی داره بهتر میشه و کم کم اشکانی ها هم دارن رومی. از اون بدتر سلوکی ها هستن که 130-140 سال بر فرات ایران فرما کردن و اونم به خاطر پرمام ارق ملیه که این قسمت مهم که باز ما وام داریم. همه اینها ببینیم مثل یک لایه کیکه که ما میگیم ایران، تمام اینها و بعد تمام اقوامی که بعد از اون میان، هر کدوم از اونها یک قسمتی از این تاریخ و این دید رو به ما دادن و همچنین میگم سلوکیان رو هم ما نادیده میگیم، در سایه کلی سکه داریم، چند تا از شهرها کتیبه های اونها رو الان میسیم، ولی غربی ها هستن که بیشتر برشون جالب هست. در خود ایران یک به خاطر ندونستن یونانی و دومی برای اینکه فکر میکنن عظمت با هخامنشی و آخرش ساسانی ها. یعنی اشکانی ها رو ایرانی حساب نمی کنن؟ نه، که زبان یونانی در ایران اونچنان نمیدونه شما، اگه بخواید تاریخ اشکانی بدین باید لاتین و یونانی بدین. متون اول اون دوتا مهمه. بابک عمادی یه چیزی پرسیدن، طریق تکش اگر هستن سوالشون رو شخصا بکنن. آخری سوال است آقای بابک عمادی. با تشکر از آقای لطیف پور و آقای دریایی، بسیار متشکرم. Any updates on preservation of teaspoon؟ بله آقای بابک، تا اونجایی که من اطلاع دارم از دانشگاه پنسیلوانیا، من از اونجا میگم برای اینکه اونها مسئولن که با میراث فرهنگی عراق در تماس هستن و مسئولن از اونجا که دارن مطالعه میکنن و داربست نزدن فرم که ما میزنن، یک سری جره ثقیل های خیلی بلندی دارن که میرن بالا خیلی هدفمند، تمام این کرک ها رو دارن سعی میکنن بگیرن و مطالعه کنن که چگونه بهترین نوع میشه این رو نگه داشت و اون دوربر رو تمیز کردن و دارن همینجوری مطالعه میکنن و خیلی ریز دارن سعی میکنن این رو نگه دارن. آیا شما اینو همراهی خواهید کرد؟
ببینید من که از خدامه، هر وقت دانشگاه پنسیلوانیا و این آقای چیز یادم رفت اسمش به من بگه بپر بیا عراق، من که از خدامه که اونجا برم و خوشحال میشم. بسیار خوب. آیا شما این ساخت طاق کسرا با ساروج ساخته شده یا اینکه شما مطلع هستید؟ من نه، من واقعا از آرکیتکچر آرکیولوژی بی سوادم، فقط میگم در امیدوارم که همیشه باشه در درجه که آدم یه همچین طاقی، بلندترین طاق خاورمیانه است در تاریخ در شرق و هنوز مونده، حالا به فرمی بعد از بمبارون ها، حمله ها، همه جور چیزها هنوز یک جوری مونده و امیدواریم که اینو یک جوری اقلا برای دوباره 100 سال یا یک نوعی اینو بشه حالا دوباره اینجا نگه داشت. شما گفتی که برای تیسفون طاق کسرا کتابی راهی کتاب نوشتن هستید؟ من دارم یه مقاله می نویسم برای مجله به نام الکترون، مجله باستانشناسی توی لهستان، و اینی که صحبتم درباره خود طاق کسرا اینه که مثلا اینکه این پنج شهر که اقلا من میشناسم مدائن چرا در طول تاریخ تسخیرش سخت‌تر شد. یعنی شما در دوره اشکانی میبینید که سه بار رومی ها وارد شهر میشن، تخت رو به تاراج میبرن، قصر رو میسوزونن، اما از قرن سوم به بعد رومی ها که میان به اونجا نه تنها به خاطر حالا مسائل مختلف مثل مریضی ها و غیره، ولی دیگه قادر نیستن که شهر رو تسخیر کنن و این یه مسئله اینه که دیوار و برج و بارویی که دارن میسازن دور مدائن به مراتب داره بهتر میشه و در واقع مدائن داره یک مرکزیتی پیدا میکنه، یک ثقلی پیدا میکنه برای ساسانی ها که نه تنها از این دلالت برای اینکه نمیشه این رو گرفت به ما میگه، بلکه در داستان ها ما یک داستان عامیانه داریم که تیسفون رو توس برنهاد، یعنی یک جور ایرانیزه هم میشه که توس یکی از قهرمان های ایرانی تو تیسفون رو چیز که بر حسب اسمش این رو درست میکنن و اون وقت استخون ها یا اجساد استخون های پادشاهان ساسانی هم گفته شده به مثلا مجمل التواریخ در اونجا خاک شده یا در استودان ها گذاشته شده. این همه دلالت در این هست که تیسفون بسیار مهم میشه از قرن پنجم میلادی و تسخیر ناپذیره. عرب که میان نمیتونن وارد شهر بشن تا دروازه خودشون باز بشن. بسیار متشکرم. فراوون از طرف همه ما قرار بود که ما ساعت یه رو قبل این داستان رو تموم بکنیم با همطور که قبلا صحبت شده بود. خیلی خیلی ممنون، خیلی سپاسگزار از طرف کانون ایرانیان بوستون. شما خیلی خیلی به همه اطلاعاتی دادید که واقعا تشنه بودیم همه در اون زمین و میخواستم انشالله به ما قول بدید که انشالله یک فرصت دیگه هم در آتی ما بتونیم مزاحمتون باشیم. بشخان پروشوت هم دیدم کلامی هم پیام داده چشم، حتما خوشحال میشم. خیلی ممنون، قربونتون برم. در ماه آینده 15 اوت آقای علی دهباشی از تهران به ما ملحق میشن. بله. و ایشون قرار عنوان صحبتشون هم این است که چرا ایران را باید دوست داشت. بله. خیلی. به هر حال چشم به راه هستیم شما را ببینیم. سپاسگزار، انشالله که موفق باشید در این به اصطلاح فعالیت های فرهنگی و ملیتون. خیلی من خواهش میکنم. متشکرم. خیلی ممنونم. خداحافظ شما. البته قبل از تموم شدن من باید خدمت همگی بگم که کسی که این برنامه را پشت پرده ردیف کردن، تنظیم کردن، آقای امیرخان خالقی بودن که لطف کردن با وجودی که دستشون خیلی پره این برنامه رو برای ما به قشنگی مدیریت کردن.